مارکوپولو در خصوص قبیله از آسیای میانه که در قرن 13 در ناحیه پیان میزیستن که اکنون در ترکستان شرقی و در چین واقع شده این ناحیه، اینجوری می نویسه که اگر مردی بیش از 20 روز از خانه خودش دور می بود، زنش اجازه رو داشت که برای خودش همسر جدیدی رو اختیار کنه. و خب به همین سبب بود که شوهران هر موقع در جنگ و در مواقع دیگه از خانه خودشون دور می شدن، به هر جایی که می رسیدن و منزل می کردن در اونجا زنی رو اختیار می کردن. و خب چنانچه دیده می شه روش‌های تازه‌ای که ما اکنون در ازدواج اخلاق اختیار کردیم همگی ریشه های قدیمی دارن. لوتورنو درباره ازدواج گفته که تمام آزمایش‌های مختلف ممکنه در میان قبایل وحشی قدیمی صورت گرفته باشه و بعضی از اونها هنوز در بین خیلی از قبایل در حال اجرا باشه و بدون اینکه افکاری که در مردم عصر جدید اروپا وجود داره اصلا به ذهن اونها خطور کرده باشه. در بعضی از نقاط دنیا ازدواج به صورت گروهی صورت می‌گرفته و ببین این به این صورت بوده که گروهی از مردان یک قبیله گروه دیگه‌ای از زنهای قبیله دیگر رو به همسری خودشون در می‌آوردن. در طبقات عادت بر این بوده که چند برادر چند خواهر به تعداد خودشون رو به همسری می‌پذیرفتن و اصلا مشخص نبوده که کدوم خواهر همسر کدوم برادر. یک نوع کمونیسم زناشویی وجود داشته و هر مرد با هر زنی که میخواسته همخوابگی میکرده. از بقایای این حوادث میتونیم عادت همسری با زن برادر رو پس از مرگ برادر بیان بکنیم دو که این رسم هنوز هم در بین قوم یهود و اقوام این فرقه شایع. From Virtual University, an online university on the web. For more details, discuss on wendbu.org. حالا این سوال ممکنه پیش بیاد که چه چیزی باعث شده که مردم تک همسری و تکگانی رو در واقع با این ازدواج های به قولان بی سر و سامانی که فقط برای رفع اشتهای جنسی بود عرض رو کنه. چون در میان اقوامی که به حالت فطری و طبیعی زندگی میکنن هیچ قید و بندی برای روابط جنسی قائل نمیشن و یا حداقل در قبل از ازدواج هیچ قید و بندی رو قائل نیستن. پس بنابراین نمیتونیم بگیم که ملذت‌های جنسی باعث شده که ازدواج پدید بیاد، چون قید و بندهایی رو که ازدواج پدید میاره و مشکلات روانشناختی رو که برای افراد ممکنه به وجود بیاره به هیچ وجه نمیتونه قابل مقایسه باشه با اون کمونیسم جنسی که از لحاظ تسکین اشتهای جنسی فراهم میساخته برای آدم و به هیچ وجه ما نمیتونیم این دو موضوع رو با هم مقایسه کنیم. و همچنین نمیتونیم بگیم که در اون زمانهای قدیم ازدواج از لحاظ پرورش فرزند مزایای بیشتری رو ممکنه داشته باشه. و خب چون پرورش فرزند از لحاظ وسیله مادر انجام میگیره و وسیله خویشاوندان مادر و خب فرقی نمیکرد که این فرزند از طریق ازدواج به وجود آمده باشه یا از طریق طرق راههای دیگه. بنابراین ناصریم علتهای قویتری رو مثل علتهای اقتصادی باعث اون پای وجود اومدن ازدواج بدونیم، چرا که به اکثر قریب به اتفاق آرا این رو تصویر کردن. از باز همین اینها فقط در مورد موارد قدیم تونستیم که حد بزنیم این چیزها رو و به هیچ وجه چیزی نبوده که موضوع ثابت شده باشه. و خب فقط حد میشه زد که این علت ها با مقررات مالکیت و پس از وجود اومدن مالکیت های شخصی میتونه به وجود اومده باشه. ازدواج فردی بیشک از اونجایی پیدا شد که مرد میل داشت بندگان بیشتری رو به بهای ارزانتر در اختیار داشته باشه و نمیخواست که دارایی های اون پس از مرگش به فرزند دیگران برسه. چند همسری که در کتاب دورانت اون رو با نام چندگانی مطرح کرده عبارت است از ازدواج یک فرد با چند فرد غیر همجنس خودش. کم کم به صورت چند شوهری هم در اومده و یک زن هم میتونسته چند شوهر داشته باشه.
این کیفیت در قبیله تودا و بعضی از قبایل تبت قابل مشاهده است. این عادت معمولا در کشورهایی پیدا میشه که عدد مردان در عدد زنان فزونی قابل ملاحظه ای داره، ولی مردان به زودی از این عادتها تنها به نفع خودشون استفاده کردند و صورت دیگر آن رو متروک ساختن. در واقع اینجا فقط به اختیار در آوردن چند زن به یک مرد در شکل میگیره. و اینک چندگانی تنها به صورت تعدد زوجات وجود داشت. علمای دینی در قرون وسطا چنین تصور میکردن که تعدد زوجات از ابتکارات پیغمبر اسلام، در صورت که چنین نیست و چنان که دیدیم در اجتماعات اولیه اصل چند همسری روش متداول و رایج بود. علمی که باعث به وجود اومدن تعدد زوجات شد در اجتماعات اولیه فراوانه، ولی خب مهمترین اونها رو میتونیم یکی این رو بدونیم که به واسطه اشتغال مردان در جنگ و شکار زندگی مرد بیشتر در معرض خطر بود و همین جهت تلفات افراد نر و در واقع مردها هم بیشتر از زنان بود و عده زنها فزونه پیدا میکرد بر عده مردها. خب اونگاه بود که یک مرد به راحتی میدونه چندین همسر رو در اختیار داشته باشه. برای علت دیگرمون هم اینه که مردها تنوع رو میشه گفت که بسیار دوست دارن، کمان که ما مثلا میبینیم که سیاه‌پوستان آنگولا این نظر رو دارن که همیشه نمیتوان در یک ظرف غذا خورد. در علاوه مردم دوست دارن که همسرانشون جوان باشن، در صورتی که در اجتماعات اولیه زنان به واسطه زایمانهای متعدد و سختی کار به سرعت پیر می شدن و به همین جهت خودشون غالبا مردان رو ترغیب می کردن به گرفتن همسر جدید، چرا که با این کار هم بار خستگی اونها کمتر می شد و همین که دیگه اون وظیفه دنیا آوردن طفل رو از دوش خودشون بر می داشتن. و خب در نظر اون جماعت طفل چون ارزش اقتصادی داشت، مردها ترغیب بودن به این که طفلهای بیشتری رو داشته باشن و خب زن و بچه جز املاک و جز دارایی های مرد به وجود میادن، چرا که زن رو مرد میخرید و سود این خرید خودش رو هم پیدا کردن بچه میدونه. و در سازمان پدرشاهی زن و فرزند همشون بردگان مرد به شمار میرفتن و هرچه عدد اونها زیادتر بود نماینده فزونی مرد محسوب میشد. مرد فقیر با یک زن و همسر سر میکرد، ولی این چون ننگ برای وی بود انتظار روزی رو میکشید تا به مقام بلندی که مردان چند زنه در اون زمان داشتن برسد. University. Touch the wind, touch the world. خیلی متشکرم که تا اینجا برنامه با ما بودین. فرصت یکی دیگه از برنامه‌های تاریخ تمدن هم به پایان رسید. امیدواریم که در برنامه‌های بعدی بتونیم با مطالب جالب‌تری در خدمت شما باشیم. هر کجا هستید موفق باشید. خدا نگهدار. من هم تشکر می‌کنم. خدا نگهدار.